احتمال دارد سال آینده سر و کله این کاغذها پیدا شود. کوپن‌های دهه 60 که ممکن است به صورت کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی به مردم داده شوند. علت آن رأی مجلس به حذف ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی است. البته توپ به زمین دولت پرتاب شده. با اقشار مختلف در تماس بودند، شرایط و وضعیت مردم رو بررسی کردن، مهمترین و قرار است دولت تصمیم نهایی را برای حذف ارز 4200 تومانی بگیرد، به شرط اینکه باعث افزایش پایه پولی و تورم نشود. این یعنی چرا محمد رضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید قیمت ها رو مثل سال جاری در کالاهای مثل گندم، آرد، مثل آرد و گندم و داروها برای مصرف کننده حفظ کنه، حالا در خصوص دارو از طریق بیمه ها، در خصوص گندم کلن قیمت افزایش پیدا نمی کنه، شیوه ای رو دولت به کار می بره که این مابیت تفاوت قیمت آرد آزاد و آرد یارانه ای رو پرداخت کنه. اما در خصوص کالاهای اساسی، اینجا هم در قالب کالا برگ الکترونیک یا کارت اعتباری که نزدیک به هم هستند، هم پوشانی داره. افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کالاهای اساسی مثل برنج، گوش، سیب زمینی، نان، لبنیات و چند کالای دیگر در ماه‌های اخیر و کمیاب و گران شدن دارو انتقاد از کارکرد ارز ترجیحی را افزایش داد. منتقدان می‌گویند ارز ترجیحی خود باعث تورم شده. هم غیر شفاف بود، هم غیر عادلانه بود، هم غیر هدفمند بود، سال به سال هم بیشتر می‌شد. در سال گذشته، یعنی 99، بنا بود که 4 میلیارد دلار ارز ترجیحی بدن، به 10 میلیارد دلار بالغ شد. 6 میلیارد دلارش رو بانک مرکزی پول چاپ کرد و اونا رو خرید، یعنی به قیمت ETS می خرید و ارز ترجیحی 4200 میداد که این خودش نقدینگی رو بالا می برد و تورم ایجاد می‌کرد. اما حدود 10 روز پیش حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت حذف ارز ترجیحی در این کمیسیون رأی نیاورد. آقای حاجی بابایی معتقد بود باید راه‌های سوء استفاده از این ارز بسته شود. اینکه ارز ترجیحی توش فساد وجود دارد، بله وجود دارد. دلالی وجود دارد، وجود دارد. خب دلالا رو بگیریم، دزدا رو بگیریم. خب ما چرا باید مردم رو جریمه کنیم، 85 میلیون نفر رو جریمه کنیم چون دوزار رو نمیتونیم بگیریم؟ حالا اما ظاهرا مجلس نظرش رو عوض کرده. البته هیچ تضمینی هم نیست که استفاده از کالابرگ‌های الکترونیکی ماجرای کوپن فروشی و کمبود کالا در دهه 60 را تکرار نکند. اما اعضای مجلس از حالا دولت را مسئول جلوگیری از این تخلفات کردند. قیمت‌ها رو کنترل کنه، یک، کالا رو به وفور در جامعه ایجاد کنه که کمبود کالا احساس نشه. اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی نتوانست از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری کند. حذف آن اما به احتمال زیاد باز قیمت کالاهای اساسی را افزایش خواهد داد. بعضی هم میگویند حذف ارز ترجیحی فضای روانی بازار را به افزایش قیمت ترغیب میکند. ادامه افزایش قیمت کالاهای اساسی موضوعی است که دغدغه نهادهای امنیتی مثل سپاه پاسداران و نیروی انتظامی شده. نمایندگان آنها در جلسه‌های تصمیم‌گیری حذف ارز ترجیحی حضور داشتند. نگران از اعتراض‌های مردمی در خیابان‌ها در سال آینده هستند. اعتراض‌هایی که همکنون هم به صورت پراکنده وجود دارد. دستای ما عالیه، دستای شما عالیه. مثل تجمعات اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به وضع معیشتشان که باز هم در چندین شهر برگزار شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.